خامنه ای برای دومین بار به صحنه اومد و با زنان رژیمی دیدار داشت. اما حرف اصلی خامنه ای بالاخره در این دیدار چی بود و چی گفت؟ در ضمن موضوع دیگه ای هم که این روزا واکنش‌های زیادی رو به دنبال داشته، تایید سر مار توسط سخنگوی سپاه بوده. اما علت این حجم واکنش‌ها چیه؟ تأثیر چنین واکنش‌هایی روی نیروهای رژیم چیه؟ برای پاسخ به همه این سوالات همراه هستیم با صلاح عبدالله نژاد. آقای عبدالله نژاد، با سلام به شما و تشکر از حضورتون. با تشکر از شما علی رضا که این فرصت رو دادید و من هم سلام میکنم به بینندگان عزیز تلویزیون ایران آزادی. درود بر شما، خیلی خوش آمدید. اگر اجازه بدین ابتدا کلیپی از صحبت‌های خامنه‌ای که می‌خوایم حلش گفتگوی کنیم بشنویم، بعد گفتگومون رو شروع. بله. یه انتخابات که من چند روز قبلم تأکید کردم رو مسئله انتخابات، شما بانوان و خانم‌های عزیز می‌توانید نقش ایفا کنید. مهمترین نقش شما هم در داخل خانه است. مادرها می‌توانن نقش ایفا کنن، وادار کنن فرزندان رو، همسر رو، برای اینکه در زمینه انتخابات فعال باشن، درست تحقیق کنن. زنها در برخی از مسائل شناخت اشخاص و راهبردها و جریانها دقیق‌تر و ظریف‌تر از مردها نگاه می‌کنن و نقاطی رو پیدا می‌کنن. در شناخت نامزدهای انتخاباتی، در حضور در پای صندوق‌ها، هم در داخل خانه هم در خارج خانه می‌توانید نقش ایفا کنید. بله، بخشی از حرف‌های خامنه‌ای رو در دیدار با زنان دیدیم. بالاخره حرف حساب خامنه‌ای در این دیدار چی بود و چی می‌خواست بگه؟ البته می‌دونید که خامنه‌ای در این دیدار، شما حالا گوشه‌شو پخش کردید، بحث بله. عدالت جنسیتی و اینا هم کرده بود. حدود 50 دقیقه کلاً صحبت کرده بود تو همین رابطه. کلی هم در واقع تعریف و تمجید از رژیم و اینکه حقوق زنان در نظر گرفته و نمی‌دونم چه‌ها کرده و از این حرفا تو لابلای صحبتاش مفصل بهش پرداخته بود. ولی خب بنبست خودش هم ضمناً تو همین زمینه تو صحبتاش نشون داده بود و ماهیت زن ستیز خودشو بلافاصله در لابلای صحبتاش ابراز میکرد. مثلا بحث در برابر موج جنبش برابری طلبی و برابری جنسیتی، این اومد اصلا خیلی تیز گفت که من این قبول ندارم، این غلطه، بلکه من عدالت جنسیتی را قبول دارم. حالا عدالت جنسیتی از دیدگاه خامنه‌ای چی هست؟ مثلا یک نمونه تو صحبتاش گفته بود که اگر زن در محیط خانواده باش بد رفتاری بشه، باید قانونی باشه که مردها را مجازات بکنه. حالا بگذاریم از این که خب الان 44 سال از حاکمیت ننگین رژیم آخوندی گذشته که ایران اشغال کرده، چه کسی جلوش گرفته که بیاد یا همچون قانونی تصویب بکنه؟ حالا تو صحبتاش میگفت من البته سفارش هم کردم و از این حرفا. یعنی کلن صحبتاش همش مملو از عوام فریبی و دجالگری بود. بعدش هم گفت البته زنان نباید به خاطر مشاغل اجتماعی از مشغله مهم و اساسی زنانه، یعنی خانداری و فرزند آوری، محروم بشن. یعنی کل امتیازاتی که به زنان داده بود باز دوباره دم خروج اینجا بیرون زده بود. در ادامش هم گفته بود که همین که پخش کردید، مهمترین در واقع نقش زنان در خانه است و اونم اینه که فرزندان و همسرشون رو وادار بکنن برن در به انتخابات رژیم، نمایش شعبده بازی رژیم، بله، شرکت بکنن. که خب یعنی اینجا هم در واقع از فرصت استفاده کرد و بازاریابی و این چیزا کرده بود برای شعبده انتخاباتش. بله. حالا میخواستم کمی هم روی واکنش های سران رژیم بعد از صحبت های رمضان شریف سخنگوی سپاه در مورد طوفان و الاقصا بپردازیم. بله. که چرا سران رژیم پشت سر هم میان و تکذیب میکنن صحبت های اونو؟ میدونی که آخر خامنه ای از روز اول این جنگ افروزیش همه تلاشش این بوده که نشون بده به اصطلاح نقش مستقیمی در این جنگ افروزی‌ها نداشته، که در واقع دامنش خودش نگیره، دامنه این جنگ افروزی‌ها و این کشتار مردم محروم و بی‌دفاع
غزه دامن رژیم رو نگیره، در که عامل اصلیش خود رژیم بوده. حالا صحبت های سخنگوی سپاه اومد سر ما رو در واقع نشون داد، چون خیلی تیز گفته بود که ما یک این عملیات برای انتقام قاسم سلیمانی بود و از این حرفا. حالا رژیم که از اول جنگ دنبال این بوده یه همچون چیزی بروز پیدا نکنه، ظهور پیدا نکنه و جلوش خامنه از روز اول داشت میگرفت، به همین دلیل اینا به صورت سراسیمه اومدن شروع کردن به اصطلاح تکذیب قضیه. اولش پاسدار سلامی بود که بلافاصله روز بعدش اومد صحبت کرد، اونم به شکل ناشیانه حرفای سخنگوی سپاه رو برای فرار از عواقب چند وچی که این موضوع داره در واقع اومد تکذیب کرد و گفت که سخنگوی سپاه با خود من تلفنی صحبت کرده و گفته که این عبارتی که من گفتم قصدم این بود که بگویم نتیجه طبیعی طوفان الاقصا گرفتن بخشی از انتقام قاسم سلیمانی، نه انگیزه آن. بنابراین رسما تکذیب میکنم و اعلام میکنم که طوفان الاقصا کاملا فلسطینی است. بعد در ادامهش گفت که انصار الیمن هم مستقل، مقاومت عراق هم مستقل، لبنان هم حزب الله همین جوریه. حالا بعد از پاسدار سلامی که فرمانده کل سپاهه، این آخوند گلپایگانی که رئیس دفتر خود خامنه‌ایه، اونم اومد گفت که اولش که اعتراف کرد به این که خب خامنه‌ای مستقیم داره رهبری میکنه که اوضاع به اینجا رسیده و امروز نقطه‌ای نیست در اسرائیل که در تیررس موشکای نقطه زن نباشه، و بعد گفت که ما البته ایران دخالت مستقیم نداریم ابدا، داستان غزه داستان فلسطینه و بس و داستان ما نیست، ولی اونا خب گفت که از ما الهام میگیرن، این انقلاب اسلامی و این رهبری انقلاب اسلامیه که به اونا خط میده، خودشون الگو گرفتن و امروز دارید میبینید. در ادامش قاهانی فرمانده مثلا نیروی قدس سپاه پاسداران رژیم اومد گفت که طوفان الاقصا یک عملیات کاملا فلسطینیه، مقاومت فلسطینی اون طراحی کرده، زمانش اون تعیین کرده و در چارچوب ساختار مستقل اونها این عملیات انجام شده. حالا علت این که خامنه اینجوری سراسیمه بیاد شروع میکنه به تکذیب اینا و من به غلط کردم گویی میگه، برمیگرده به ماهیت قرون وسطای رژیم، چون رژیم دنبال این بود که با صدور بحران از طریق نیروهای نیابتیش در واقع فشار صد ببنده در مقابل قیام مردم ایران، اعتراضات مردم ایران، و در واقع یه همچون هدفی داشت. حالا این داره به این شکل تمام دنیا دارن میبینن که کار خود رژیم بوده و میترسه که این برگرده رو خودش و میبینن که کار از کار گذاشته، شروع کردن به تکذیبش. خامنه ای هم که خب جنگ غزه را میخواست اقتدار در واقع نشون بده به این شکل که حالا ضعفش در واقع برای همه نمایان شد. حالا کار به جایی رسیده که روزنامه فریختگان که مال ولایتی هم که خب نفر خود خامنه ایه اومده که باید بیاییم وزارت سپاه پاسداران یک خونه تکونی تو این رابطه بکنیم، به نحوی تلویحاً دنبال اینه که سخنگوی سپاه رو برکنار بکنه، یه همچون پیشنهادی داده، وضعیت به اینجا رسیده. بله، حالا بر اساس گزارشات مختلف این روزها رژیم در سوریه هم ضربات جدی داره میخوره، ولی هیچ صدایی ازش در نمیاد، واکنشی هم نشون نمیده. علت این هم چیه؟ بله درست میگید، ضربات جدیه، چون همین چند روز پیش بود که دست راست قاسم سلیمانی، این رضی موسوی که 30 سال در سوریه در و لبنان و کشورهای عربی در واقع جنایت بود، جنایت کرده و در کشتار کودکان فلسطینی مستقیما دست داشته، این به سزای اعمالش رسیده. یا همین دیروز دیدبان حقوق بشر سوریه گفته بود که در اثر ضرباتی که به نیروهای نیابتی رژیم توی سوریه وارد شده تعداد زیادی کشته شدن. معمولا در این مدت همین دیروز 7 نفر، پریروز 20 نفر و همینطور سطح عملیات توی این مدت صورت گرفته. اما این که رژیم میترسه واکنش نشون بده، چون میترسه که خب دامنه جنگ گسترش پیدا بکنه. اگه جنگ گسترش پیدا بکنه خب رژیمو به صورت مستقیم‌تر درگیر میکنه و رژیم اصلا توان و ظرفیت اینی که به صورت مستقیم وارد این جنگ بشه نداره. رژیم همه تخصصش توی اینه که از طریق نیابتی‌هاش در واقع وارد بشه و خودش قیمتی برای این جنگ افروزی‌هاش نپردازه، چون هدف اصلیش صد بستن در مقابل قیام بوده که میخواد این در واقع خدشه‌دار نشه.
و اینقدر وضعیت البته سر مار بیرون زده و به اصطلاح برای همه داره عیان میشه که من به یکی دو تا فاکتش اشاره میکنم. مثلا همین نفتالی بنت که نخست وزیر قبلی اسرائیل بود، خیلی تیز همین دو سه روز پیش توی وال استریت جورنال مقاله نوشته بود و گفته بود که وقتی در خود ایران به اونا ضربه میزنی ترسو میشن و آمریکا و اسرائیل باید هدفشون به صورت روشن ساقط کردن رژیم شیطانی ایران باشه. یا سناتور لینزی گراهام که عضو کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا است گفت که من میگم که به رژیم ایران ضربه بزنید و برای خامنه ای روشن بکنید که اگر شما از طریق نیروی نیابتی حمله بکنید ما هم به شما ضربه میزنیم. مایک والتز هم که عضو کمیته های خارجی و قوای مسلح کنگره آمریکا است، اونم پیشنهاد داده بود که گفته بود میتوان به تاسیسات یا افراد رژیم حمله کرد، افراد رژیم مثل قاسم سلیمانی، و در واقع به این رژیم ضربه زد. یا سناتور جوزف لیبرمن که کاندیدای پیشین ریاست جمهوری آمریکا بوده، اینم یک مصاحبه کرده بود با نیوز ماکس و گفته بود که آمریکا باید اهدافی در رژیم ایران رو هدف قرار بده. بنابراین بله. میبینید که بردار در واقع به سمت رژیم خیلی تیز شده و برای همه عیان شده که سر مار کجاست و کجا را باید زد. تمام تلاش رژیم هم اینه که بله. این مسئله با این سرعت به این سمت نره. بله. و به عنوان سوال آخر میخواستم بپرسم این موضع‌گیری هایی که شما نمونه هایش رو گفتین چه تأثیری روی نیروهای خود رژیم خواهد داشت؟ البته خب نیروهای رژیم در جریان قیام پارسال و قیام‌های قبلی هم که خب با چشم دیدن که مردم چقدر نفرت دارن از این رژیم و به طور واقعی نیروهای رژیم وارفته بودند و هستند و هر روز هم داره ریزش نیروهای رژیم بیشتر میشه، ولی چون از یک طرف اعتراضات مردم میبینن، از یک طرف شرایط انفجاری جامعه را میبینن، از یک طرف وضعیت رژیم رو در سطح بین‌المللی میبینن، انزوای رژیم رو از جمله یکیش در همین جنگ افروزی که نمونهاش اشاره کردیم، از اون طرف اطلاع مقاومت در سطح بین‌المللی را میبینند و این کارزارهایی که توسط مقاومت داره پیش میره، و همینطور اطلاع مقاومت در داخل و فعالیت‌های کانون‌های شورشی گسترشش چه کمن و چه کیفن. بنابراین هر کدوم از این نیروهای رژیم وقتی که این وضعیت و این صحنه را میبینند در واقع حاضر نیستن دیگه برای این رژیم جونشون رو به خطر بیاندازن. بله، با سپاس و تشکر بسیار از شما که در این برنامه با ما همراه بودین. منم متشکرم از فرصتی که دادید. درود بر شما، خدا نگهدار. گفتگویی بود با صلاح عبدالله نژاد با عنوان خامنه ای از نمایش انتخابات تا عقب نشینی های سریالی.